زندگی میکنیم که مردمش طوری تربیت شدن و آموزش دیدن که یه نگاه برتری دارن مردان نسبت به زنا. البته یک عده این واقعیت رو که یک همچین دیدگاه و نگاه و باوری توی جامعه ما هست رو تکذیب بکنن یا انکارش بکنن. اخیراً یک لایحه‌ای وارد مجلس شورای اسلامی شده برای بالا بردن سن ازدواج دختر بچه ها از 13 به 16 سال. ولی طبق گفته خانم سیاوشی یک عده از نمایندگان مرد مجلس با یک همچین قانونی با تصویبش مخالفت کردن. یعنی یک بهبودی کوچیکی هم که میخواست شکل بگیره جلوش ایستادن. 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و توی این 40 سال حتی ما یک زن کاندید برای ریاست جمهوری هم نداشتیم. ملی ما رو ببینید به اصطلاح رسانه ملی یا میلی یا هر چیزی که هست، برنامه هایی که نشون میدن، سریال ها و برنامه های تلویزیونی چیزی رو دارن نمایش میدن به این شکل که ارزش زنا توی مادریه، والاترین مقامی که یک زن میتونه داشته باشه مادریه، همسریه. اون زنی قهرمان داستان های ماست که برای بچهش و همسرش از همه چیزش گذشته و از خود گذشتگی کرده. چیزی که خیلی عجیبه واسه من اینه که ما یک عده از زنان جامعهمون این قوانین تبعیض آمیز، این باورها و سنت غیر منطقی و غیر معقول و اشتباه رو پذیرفتن که همیشه یک مردی باید باشه. نقش زیاد به زنان وارد میشه ولی اینا هیچ اعتراضی نمیکنن و حتی توسط همسرانشون به قتل رسیده میشن. اکثر افراد فکر میکنن مهریه یه امتیاز برای زن محسوب میشه. انگار بهایی است در ازای نگاه کالاگونه به زن، بهایی در ازای حقوق از دست رفته زن، مثل حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور. خب وقتی آموزش و پرورش و رسانه و تربیتی که این چیزها رو به زنان می قبولونه واقعا هیچ انتظاری جزی نمیشه داشت. و این توانایی و پتانسیل مدیریتی رو برای زنان در از همون بچگی ایجاد نمیکنن که در حالی که برای مردان ایجاد میکنن. تصور یا قاضی زن حتی از ناخودآگاه همه ما حذف شده.